سلام درنو لیدونکو، زه شمله ما او بیا هم د هغه خبرونه ور ورسیده. په هر خبرونه کې تاسو داسې دوه میرمنې ګوري چې ایواغه میرمنې چې په ټولنه کې ډول باندې منتظره راوسی، او تر څنګ داسې میرمنې ګوري چې هغه په ډیرو کم امکاناتو سره، یعنی هغه د خپل ژوند سیستم، هغه د خپل کورنۍ ټول مسولیت په خپل ځان باندې اخیستی. خو په دې خبرونه کې به تاسو دغه سی یو میرمن ګوري چې هم دا چې په ټولنه کې منتظره ده، او تر څنګ دا چې هغه خپل په خپل لاس باندې د خپل اولادونو لپاره کار کوي. اند سرک په سر کراچۍ لري ترسو د خپل اولادونو لپاره یو مشروع لارې څخه حلاله روزي پیدا کړي. نن موږ غوښتل چې له دې میرمنې سره خبرې وکړو. لومړی به دا مزي کور کې البته د دې میرمنې کور ته راغلې ما، لومړی به له دې سره خبرې دلته وکړو. هغه نو روسه به تاسو دا هم وګوري چې هغه څنګه د سرک پر سر کراچۍ لري، او هلته خوراک فروشي لري، او بالاخره هغه خپل ورځ سهار نه تر ماښام هلته تیروي ترسو هغه کورنۍ بل چاته محتاج نه سي. نو راځي چې وګورو د خور ستونزې څه دي، او بالاخره په څومره سختو شرایطو کې دا ژوند کوي. خو هر خوب استی؟ تشکر، زنده باش. سلامت باشین. چطور میگذره زندگی؟ شکر است، بر فعلا دیگه شکر است. خب خاله جان، میشه از مشکلاتتان بر ما یاد کنین، از شوهرتون که چطور فال شده؟ شوهر ما 4 سال پیش خب سراب بود. 4 سال پیش که سرکار می بود کوچه خود ما 5 نفر مسلح سر راه شکرتن زدنش مکمل. خب چند چاکو خورد و منتده 24 روز در شفاخانه وزیر اکبر خان بستر بود. از شفاخانه که آوردیمش خب تشویش از ایک آل پیسه می را سربران را چطور کنم، باز فلج شد دیگه. از اون وقت به این سوتا اول هم تو رست باز پیش دکتر بردیمش. پیش دکتر را بردیمش خب زیادی سو اونطور نتیجه نداد که ما گفتن خوب میشن نمیشن. آخرین دکتری که بردیم گفت دیگه دکتر نبریش، این بستگی داره که خدا من خودش چی فیصله میکنم، جور میشن نمیشن. از این بر ما بگین که پیش از اینکه شوهرتان کار میکرد زندگیتان جور بود، و حالا که فقط خودتان از سنت خانه کار میکنید؟ طبعا خب پیش از اینکه شوهرم تو شوهر زندگی خوب بود، مشکلات خانه نداشتیم، ولی فعلا مشکلات زیادی داریم. خب من هم کار بیرون پیش میبرم، هم کار خانه را دیگه. در این مسائل قرنطینه هم که بسیار مشکلات زیاد شده، مرد امروز جا میمونه. خب من باز با وجود که یک خانم بسیار مسئولیت 5 اولاد گردن هم هست، در این وضعیت قرنطینه که یعنی بسیار مشکل است که از خانه برای باز قیمت ها چقدر بلند رفته، و در مقابلش اگر ببینیم بسیار پیسه کمی را که تو کمایی میکنی از کراچی، بازو چقدر مثلا به این فامیلت که اینجا میایی خریدن و سو اولاد است و دیگه ضرورت هایش زیاد است، بازو پورا میکنه نمیکنه؟ خب چیزی که ما میخوایم به اون نمیتونم برسیم، منتها میخوایم میشه که یک لقمه نان بتونیم بخوریم دیگه، از بالاتر واقعا نمیشه، خیلی مشکل است. از شوهرتان هیچ سرمایش نمانده؟ مکمل سرمایه شده دو سال از پیش. این واقعه چه وقت پیش شد؟ 4 سال پیش دیمی کوچی خود ما. وقتی که منطقه تانه قدر نامن است، با شما چطور تانه وقت میرین کار میکنین؟ نمیترسین؟ خب نامنیش خب نه، منطقه خوب است. این نمیفهم که خب قسمت بوده که از کجا دیر زیر تقیب گرفته بودن که در کوچی خود ما موفق شدن. در باسکل بود، نفرات پیش آمدن گفت ما پشت خانه کرایه میگردیم، می گفت نداریم خانه گری، کش کردن تا دیگه بازی با 5 نفر بودن دیگه. اگر فضل خدا از نظر امنیت منطقه ما خوب است، خب منطقه امکان داشت هر جایی رو بزنن، چون چند دفعه دیگه آمدن خود محل کارش دوزی کرده به نصب پیشش، خب منطقه اینجا هم پیسی شکرسن هم خودش زدن. خب باز وقتی که شما اینقدر مشکلات دارین از لحاظ اقتصادی، باز از خشوانده اینتون مثلا از خشوانده شوهرتون یا از خودتون هم رایتون کمک کده نکده؟ نه کمک نکده، نه ما خواستشون درخواست کردیم و نه او کمک کده. گفتین 5 اولاد دارین، باز اولادتون کلان از خورد است، ایتون هم هست که همراه خودت کمک کنه؟ کدام بچه کلان دارین؟ تنها بچه هم یک بچه 8 سال است، دیگه 4 تا دختر دارم. بله، طفل خردترین طفل من نیست. خب باز کلشان مکتب میرن یا؟ خب دو تا خلاص کرده مکتب، دیگه 3 تا دیگه میرن. دخترت خلاص کرده؟ بله دختر خلاص کرده. خب اونا باز امرایت کمک نمی کنند از لحاظ اقتصادی، چون مکتب خلاص کردن کدام جای وظیفه نگرفتن؟ شما نمی مانید وظیفه برن، درست است؟
لیدونکو په مختلفو خبرونو کې تاسو ګوري چې زه په دې باندې خبرې کوم چې میرمنې د وظیفه کولو یا د دندې کولو حق لري، او تر څنګ دا چې هغه مکتب وي. نو زه فکر کوم یعنی دا به تاسو هم ښکاره شوي په ټولنه کې چې کچیرته اولادونه ورسیږي نو خامخا د خپل پلار تر څنګ د خپل مور تر څنګ درېږي، او بالاخره هغه کورنۍ یعنی له ځان سره راجېږي، هغه حمایه یې کوي په یوازې په شرط دې چې موږ لور او زوی ته په یوه سترګه وګورو، او بالاخره د هغوی حمایه وکړو. خاله جان، مشکلات زیاد د خانه دارین، از روزهای سخت بر ما یاد کنین، از خاطرات سخته که د این مدت تیر کردین، شوهرتون که زخمی شد مو وقت از او وقت یاد کنین. از روزی که شوهر ما مرد شد خب سختی زیاد بود، مگر سختنی سال سال بر من سال بود که از سر کار می آمدیم، اگه برف می بود حتی برفای با ما خود مجبور بودم پا کنم، یا که صبح اگه شب اگه برف می زد مجبور بودم با ما رو پا کنم باز برم در کار دیگه. بسیار در شرایط سختی بسر بود من سال خصوصا. باز رمضانم در قرنطینه بود؟ بله، رمضانم در قرنطینه بود، بسیار سخت بود. ولی یا گرمی، چیز گرمی کار، چیز سختی رمضان بسیار سخت بود. روزی شدم که تو برای کسی گفته باشی که امرای ما کمک کن، و تو یه خانمی بودی که شوهرت کار میکرد، از کل مشکلات زندگیت حل بود. تو یک روز ما آمده که مثلا شوهرت فال شده، مشکل داشته، و تو برای یک کسی دست دراز کردی که امرایت کمک کنه، و امرایت کمک نکنه باشه. راست شو بخوایی نه، تا امروز ما پیش هیچ کس نراتم که تو با ما کمک کن. خاله جان، از اینکه آن سر سرک کراچی و نیمی کنی، مثلا اگر کسی برد بگوی که بین این نیمی جا کار است و اونجا بری کار کنی، تو هم خودت کارم میکنی یا برای کار کردن اجازه ندارین؟ یعنی چرا خواهم؟ یعنی یک جای فابریکا باشه، یک جای دیگه باشه، بسیار جاهایی به خاطر کار است نی؟ خانما میرن فقط اونجا خانما کار میکنن. خب حالا دمی کار افتادیم، پیش میبریم ببینیم خدا چی میخواد. بله، این کار بسیار خوش است. بله، این کار که در شروع بسیار سخت بود، ولی تقریبا میشه گفت حالا چی شدیم، بله شدیم، آموخته شدیم، خوب است. شوهرتان پیش از او که مثلا چین یمله سرش نشد جور بودن، تو کاروبارش کلان بود، خود بود، بازی تو دشمن داشتین که یک دفعه امرشان نه؟ خب صرافا همین پیسه که کدش است، خب کلشان فکر که دشمن کدشان است. خب این پیسیش خوب گرفتم، باز زدنش چندین دفعه در محل کار پیسیش گرفتم من تا خوب ایجا باز. ولی جای چاقو هم یالا معلوم است بکمل چند جایش که زیاد زر بدن، تقریب زیادتر گردیش بوده ششش. به احتمال زیاد شوهرتان از لحاظ فکری فکر کنم فرش شده. بله. از اینکه تشویش کرد، از اینکه تشویش کرد که سرمایم رفت حالا من چطور کنم، تمام وقت همین فکرش بود. یعنی یک ماه بعد از شفاخانه ای سود مکمل در جگرخونی به سر می برد. خب ما برش می تو خدا بزرگ است یک راه چارم پیدا میشه. خب زیاد تشویش کرد تا که باز انتوش. لیدونکو، از منګه په ټولنه کې لا هم یعنی د غرواني تشویشونه موږ ته دومره زیات شوي دي، دا وضعیت په موږ دومره باندې سخت کړی ده چې د خور خاوند هم له دا چې دا غرواني ستونزه لري د دې لپاره دا فلسفه ده. یعنی کومه ضربه چې د نورو کسانو لخوا وخوړله، دا چې هغه په فزیکي لحاظ باندې ژوبل سو، خو هغې نه یعنی هغې نه فلج نه سو، خو دا چې له ده سره تشویش و. بالاخره موږ په داسې یو هیواد کې اوسیږو چې هلته که چېرته یو خپله مثلا کور کې هغه د مېرمنې لاسنیوی وکړو، خو ښځه هغې نه بس مېرمنه بې سرپناه پاتې کېږي. لکه دا کورنۍ او دغه مېرمنه مثلا که چېرې درته لوړې زده کړې هم کړې وي، هغه زمینه سازي ورته شوې وي، نن به دې دومره ستونزې نه لرلې، بلکې هغه خپله کورنۍ به په ډېرې اسانۍ سره سپورټ کول، او نه به ماشومان له یعنی شاید وروسته وروسته دوی نورې هم ستونزې زیاتې شي، ځکه چې ماشومان غټېږي، دوی باید ښوونځي ته لاړ شي، د دوی مصارف هر څه زیاتېږي. نو دې سره سره زموږ مېرمنې ډېرې محکومې دي، ځکه هغه د کار زمینه هم ورته ډېره نه ده مساعد، او زموږ ذهنیتونه هم لا دومره نه دي جوړ چې موږ مېرمنې یا وظیفې ته پرېږدو، یا ووایو چې نه تر څنګ هغه باید داسې زده کړې وکړي تر څو سبا ورځ دغه کورنۍ که چېرته ستونزو سره مخ کېږي نو دغه مېرمنه آماده اوسي. ډېری فکر کوي چې یوازې درس ویل د پیسو لپاره، یو بالاخره زه چې هر څه کوم مېرمنه مې په کور کېني، خو نه، که چېرته موږ ورته اجازه ورکړو، هر انسان باندې سختې ورځې او شپې راځي، د هغې لپاره ښه ده چې موږ مخکې له مخکې ورته آماده اوسو تر څو هغه د ټولنې لپاره یوه ښه کورنۍ بېرته وړاندې کړو. خب خواهر عزیز، آل خو ما اینجا گپای خود زدیم، از مشکلات یاد کردیم، میریم طرف جایی که شما کراچی داره، نموجا روزانه کار خود پیش میبرین. آخرین گفتنی تون در خانه اگر بر بینیون عزیز داشته باشین بفرمین که بازم تو بریم بخیر. خب آخرین گفتنیم بر کسایی که میان دست به کارهای نامشروع، کارهای خراب میزنن، دزدی میکنن، فکر میکنن یک کمال است، یک جرأت است،
بیان نکنن این کارا، چون این کارشون باعث میشه یک فامیل متضرر کنن، یک فامیل از زندگی کردن بندازن. میتونن امور لغمه حلال از رای صحیح پیدا کنن. اون لغمه حرام که او در خانه میبرن خب این نتیجه هم ندارن، نه یک اولاد خوب برشون میشه، نه خانم بی که لغمه حرام میخوره، نه یک اولاد خوب میتونه به دنیا بیاره. یک چیز دیگه هم در ذهن ما آمد که خودت اموجا میری مثلا میشینی کار میکنی، فکر میکنی خودت برای خانمای دیگه چقدر الگو هستی که اونا به کارهای نادرست دست نزنن و بیان مثل شما یک کار مشهور شروع کنن. خب گفتنی به خانمایی که دست به کارهای خراب میزنن یا گدایی میکنن یا کارهای بدتر از او نکنن این کارو، میتونن از یک راه حلال یک لمنان پیدا کنن ببرن برای اولاد خود و خوب است که کارا نکنن. بیرتر اگر زو مکسره پاتشه. قدر ما لیدون که دیخ پراون دویم برخی تر رو رسیده لول دیخ خور سر راغ لو کم زی که چه دا خپل کراچه لری او دیخ پل کورانه لپاره لام دیخ لاری سخه لام دیخ مشروع لاری سخه نفقه پیدا کهی دکور وضعیت مرتبولی ده پخپل شکل که پخپل نوه که چه وکورو دا میرمنه یا متظره را میرمنه ده زکر چه پدغ سخت طولنه که دا پخپل کار که کار کول بده نده او دا یو حمد ده چه هر انسانی که خوب دا دیر سخت ده چه ده سرک پسر لخپل اولادونو سر یو زیرش یو دلتا ده خپل کورانه ده نفقه لپاره ده چه و مره حلال روزی ورته پیدا که دلتا کراچه در ولی و بالاخره بعضی خوراکی شیان پکې خرڅی. نو نن به اوس باید کار په اړه خبرې وکړو، نو تاسو هم د دغې برخې لیدونکي اوسئ. خب خاله جان باز هم خوش آمدی، از کاروبارتان بر ما بگین چطور میگذره؟ شکر است، خوب است. خوب است؟ بله. تو سودایتان میشه نمیشه؟ خب برابر 21 روز 50 روپه یک روز 100 روپه. خب شکر است از اینکه دست خدا پیش دیگران دراز کنیم، همین خوب است که خودمون زحمت بکشیم و روزی حلال پیدا کنیم. خب بسیار خوب. خودت وقتی که نیاز شد تو خودت باید کار کنی، چون شوهرت این توی مشکل داشت فلج شد، تو خودت دست به این زدی که باید خودت کار کنی. بله. باز کی برتی فکر دادی یا انگیزه را داد که تو باید یک کاروچی داشته باشی؟ کاروچی داشتیم من در خانه از شوهرم بود، باز همه تو انگیزش خود به خودم تو برم. پیش از این کاروچی را که میگین در خانه داشتین، شوهرت این کار را میکرد یا برکس میدادین؟ چه قسمت؟ نه خیلی شوهرم صراف بود، صرافی میکرد. خب کراچی هم تو دمی خانه بود، خریده بود، گفت شاید یک زمان کار شود. دیگه چون در صرافی زیاد متضرر شد چند دفعه از پیش روزی کردم، باز هم تو دل سر شده بود، گفت شاید در آینده نزدیک من کار ایلا کنم، این کار را شروع کنم. بازی بود، بازی من یک روز بتو خب بود نشد، بیا حالا خودم را شروع کنیم. چند اولاد داره؟ پنجتا. پنجتا اولاد دارین؟ کلان از خورده؟ یک بچه های کم از چهار تا دخترم. خب بسیار خوب. از این بر ما بگین که اینجا که کار میکنه مشکل نیست براتون در سر سرک در پیاده رو استاد شوید؟ خب مشکل است، مزاحمت نیست، مردم نمیده که اینجا استاد نشود. از نظر مزاحمت خب فضل خدا خوب است، هیچ مزاحمت تا امروز نداشتیم، ولی خب مشکلات خدا داره، خیلی سخت است، کاملا یک کار مردانه است. فکر میکنین کار مردانه و زنانه میخواید؟ نه، از اینکه شما حمایت کردین من فکر کنم از بسیاری مردا که بسیار بهتر هستین. خب از این بر ما بگین که باز سودا که میرین کدام جای خودتان میرین سودا میرین، باز حسابش چه قسم است، چقدر در مثلا در یک چیزی که میفروشین یک بوتله و که میفروشین در چقدر فایده میکنین؟ خب سودا را یا از بعضی وقتا از اینجا میگیریم یا میریم شهر، از شهر خودم میارم، باز دخترکم سر کارو چی میباشه، بعضی وقتا خودم شهر میریم سودا رو میارم، مکمل پولاش خودم پیش میره کن دخترکم. چند بجه میاین؟ شروع کاری ما تا از 7 بجه است تا 7 بجه شام. 7 بجه شام بسیار نوقت نیست؟ خب هست، ولی مجبور هستیم چی کنم دیگه. خب نظر به روز است که مثلا یک روز سودایتان زیاد میشه؟ بله، این کارا که هست بستگی داره، یک روز خوب میباشه یک روز. امون روز بهترش که کمایی کنین چند است؟ خب ما مدت یک ماه سیوه ایسا آمدیم، اگر نه پیش از اون صبح موسوی هیچ فروشات نبود، ما خب نمیفهمیم چون نابلد بودیم، باز یک روز بودیم بیا بریم ایسو، فضل خدا ایست که آمده فروشات بهتر است. خب. بله. باز از فامیل از خیشخم تا نمیگه که خانم در روی سرک کراچی داره و ایتو چیز نمیگن؟ خیشخم اکثرش خبر نیست. نه بله. خبر شما باز حتما گپ خودم میزنه؟ خب من باز نه
نباید چیزی بگن، چون وقتی کسی به درد کسی نخوری گفم نباید بزنه. وقتی که در روز بعد کارتان نیاد دیگه در روز ایش حق دخالت کردن نداره. خودت به عنوان یک مادر، به عنوان یک خانمی که در جامعه زندگی میکنی چقدر خوش هستی، به افتخار میکنی که تو از یک رای مشروع امرای شوهرت کمک میکنی؟ بسیار خوش هستم، یعنی از اینکه لقمه حلال میبرم به خانه که اونو از رای حلال نام بخورم بسیار. خانم هایی رو میبینم که طفلا رو در آفتاب میخوابانند، در زیر آفتاب دست دراز میکنم، از این بابت خیلی رنگ میبرم و خوب است که با هم یک گوشه یک کاری کنم که از رای حلال پیدا کنم. خب بسیار خوب. اولادایت مکتب میرن؟ بله. دخترایت هم بچه؟ بله. خودت نخوندی؟ خودم در ایران خلاص کردم. مکتب خوندی؟ بله. فقط مکتب خوندین؟ بله، فارغ رشته صنف 12 ایران. بله. چرا باز اقدام نکردی اینجا از اینکه خانم باسواد هستی در یک جای دیگه کار میکنی؟ خب واقعیت بگم، یعنی شاورما زیاد علاقه نداشت از اینکه مثلا من بیرون کار کنم، ولی روزش که آمده دیگه چی کنیم؟ میدونم که دقیق خور درس هم ویلی دکه چیر تا من کورانیو که خپل میندو تا خپل لورگان و میرمنو تا اجازه ورکنو خمخه، یعنی دقیق سی ورز سخت ورز پسری رازی چه بالاخره ورز ضرورت که گی ترسو اگه پا یوزایی که رسمی دن دولاری. خب خوار عزیز، ما خوش فابریکای مختلف هم داریم، تو برد کار پیدا نشده یا خودت نخواستی اونجا بری کار؟ خب والا پشتکار زیاد گشت. من تو مثلا مکتب رفتم گفتم من میتونم از سنف اول تا سنف سه رو بدون کدوم مشکل درس من قبول نکردم، گفت بس تا پوره است از قبیل گفتم. دیگه جای هم گشتی کار کردی؟ برای یک مدت در شاروالی هم کار میکردم، گروه ابیتور سر گروه بودم و ایسی سر گروه کار میکردم، باز کارا که پرچم شد دیگه باز مجبور شدم کراچی بیام. خب حالا دیگه از این کارت بسیار خوش است؟ خب خوب است، به قول ایرانی هم نوکر خود است و هم آقای خود. بسیار خوب. خب اینجا که باز دخترهای تا میاری افتاب بسیار تیز است که ما خود دیده ششتیم، باز اونا مریض نمیشن؟ خب مریض خوب میشن. خب یا دخانه کس نداری که باز یا بشن؟ خب پدرشان هست دیگه مکمل. خب کار شخصی شد ما خودم انجام میدم، نمیتونه از توان کار شخصی خود بر نمیاد، باز زیاد که نمیتونه انجام بشه. چقدر وقت میشه که شوهرت فلج شده؟ مدت 4 سال میشه. 4 سال. خواهر عزیز، ما که خبر شدم همکارم بر ما اودر شما را دادن، واقعا ما بسیار خوش شدم که یک دختر خانمی که هنوزم ما داریم، خانمایی که همت میکنن با دست خود کار میکنن. خودت به عنوان یک خانم، به عنوان یک مادر، بر کسایی که فکر میکنن ما هیچ کاری کرده نمیتونیم و فقط ششتن که شوهرشان برشان پیدا کنه و اونا در خانه بشینن بخورن، پیامتن بر اونا چی است؟ خب ولی بسیار اشتباه میکنن، یعنی هر کس میتونه کار کنه، چیزی هم باشه چی مرد، اگر بخواد، اگر نخواد خب تبر نمیشه. مربوط از این میشه که او بخواد و بالاخره اراده خود داره، بستگی به اراده خود شخص داره. تشکر، سلامت باشی خواهر عزیز، انشالله که میکارد همه تو بزرگتر و بزرگتر شده. زنده باشی، تشکر از اینکه وقت دادی برای ما. سلامت باشی، شکر. خا لیدون کو تاسې د خبرونې دوړه اړخه یا دوړه برخه دی یوې مېرمنې په سیره کې ولیدلې، هغه مېرمنه چې په خپل شکل باندې په دغه ټولنه کې بل اخره یو متضرره مېرمن ده او د خپل کورنۍ ټول مسؤلیت هم دې مېرمنې په غاړه ده. خدای یو ډیره با همته خزه ده، ځکه چې هغه د خپل کورنۍ لپاره دومره خیو خلارې ټاکلې ده او بل اخره هغه د خپل اولادونو د تمویل لپاره، د هغه د سپورټ لپاره په خپل لاس باندې کار کوي. په هر خبرونه کې تاسې دوه دغه سې مېرمنې ګوري، خو په دې خبرونه کې تاسې ولیدل چې د یوې مېرمنې په سیره کې دغه دوه شکله، چې هم په ټولنه کې متضرره ده او تر څنګ یې همدغه مېرمنې بیرته همت کړی تر څو د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي. نو لیدونکو، تر بلې خپرونې مو زه په پاکر لاس پرم. لیدلو مو مننه.